معمار سرنگونی رژیم ولایت فقیه کیست؟ این رژیم اصلاح پذیر نیست. مدعیان اصلاحات مشتی خائن و متقلب بیشتر نیستند. انتخابات در این رژیم یک نمایش است. ولی فقیه هر کار بخواهد می کند. این جماعت هدفی جز سهم خواهی از قدرت و غارت مردم ندارند. این جملات را این روزها به وفور می شنویم. این حرفها جدید نیستند. 40 سال پیش در 30 خرداد سال 60 وقتی خمینی رژیمش را یک پایی کرد و تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را به گلوله بست، مجاهدین همین حرف را زدند. مسعود رجوی پرچم مقاومت را برافراشت و هیچگاه مقهور و مرعوب جنایت‌ها و شعبده‌های رژیم نشد. باید تصمیم نهایی را می‌گرفتیم. زمان تصمیم گیری قطعی فرا رسیده بود. در برابر ارتجاع مهیب و قهاری که می‌رفت خودش رو یک پارچه و یک پایه و به صورت مطلقه مستقر بکنه، چون دیگه جایی هیچ مانور و تحرک سیاسی باقی نمونده بود. یا باید تسلیم می شدیم و به حیات خفیف و خائنانه رضا می دادیم و فی المثل مثل حزب توده در کودتای 28 مرداد به مسئولیتمون پشت می کردیم و در تاریخ ایران نفرین می شدیم، و یا می باید با سنگین ترین بهای ممکن، با الهام از سید شهدا حسین ابن علی علیه السلام، به طرز عاشوراگونه از شرف خودمون و خلق در زنجیرمون نگهبانی می‌کرد. ولی امروز ما همچنان افتخار می‌کنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجاع، پاش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد، همچنان که گفتیم سرنگونی سرنگونی سرنگونی. ۱۲۰,۰۰۰ تن از بهترین یارانش توسط این رژیم اعدام و قتل عام شدند، اما او ایستاد و پایداری کرد. ارتش آزادی بخش تشکیل داد، شورای ملی مقاومت ساخت و به کانونهای شورشی و هزار اشرف رسید. او و جنبش تحت رهبریش تنها هماورد این رژیم است. 19 تیر گرده هم می آییم تا همین حقیقت را فریاد کنیم.